خوشحالم فرار کردی. خیلی خوشحالم به هم گفتی. خیلی خوشحالم فرار کردی. خیلی خوشحالم فرار کردی. قربونت برم یه شیمچون بمیرم برات گریه نکن عزیزم. باور کن این مرد ارزش نداره. ارزش داره. سینا ارزش داره. یاشی میخوای من رانندگی کنم ها؟ نمیشه. اینطوری حد آخر میتونم حواسم رو به یه چیزی پرت میگم چطوره بدیم صبونه بخوریم چون تا برسیم شیله من مردم باشه. من صبونه نمیخوام. فکر میکنی این اطراف بستنی هست؟ آره عزیزم مگه میشه نباشه؟ حتما پیدا میشه. نگه دار. خوش اومدین دخترها. چی میل دارین؟ سلام خانم، سرویس صابونه میخوایم. من بستنی میخوام. نه خیر، با شکم خالی نمیتونی بستنی بخوری. همین که گفتم، من فقط بستنی میخوام. چرا گریه میکنی دختر چشم سیاه؟ ببخشید چون لفتان یه صبحانه یه سه نفره بیارین. ممنون. باشه چش. یه دونه هم از اینا. یه دونه از این. بگیر. ممنون عزیزم. یاشین چی کار میکنی؟ میخوام ببینم زنگ زده. لازم نکرده بذاریش زمین. فقط میخوام ببینم زنگ زده یا نه امیر. تمومش کن. میخوای یهو براش لوکیشنم بفرست. یاشی مارز با دو دوست خود در راه شیله هستن. فرار کرده اما میخواد همه بفهمن. گوش کن عزیزم، تو خواهر اون پسره گستاخ یلینا راز هستی و همینطور دخترمون یه اون دنیز آراز دختر باز. تو هیچ میدونی که چند تا از این برنامه های مکانیابی رو تو گوشیت نصب کردن؟ اما من، اما اگه نداریم این گوشی روشن نمیشن. فهمیدی؟ خیلی سنگ دلی تفته دیگه دوست ندارم. لطفا من زنگ زدم موبایلش خاموشه. اولین باری که یاشیم گوشیشو خاموش میکنه، باورت میشه؟ آره میدونم، حتما کار اون دفنه جادوگره. حتما میدونسته گوشی یاشیمو زیر نظر داری. آره همینطوره. بهت گفتم توی ماشینش جی پی اس بذاری. وای میخوای تو سرش هم تراشه بذاری؟ آره اون سیستم اومد. آره هالیوود خیلی پیشرفت کرده، به زودی میاد. اف. این باروچی هم نیومد. الان دیگه پیداش میشه. گوش کن. به یاشیم حرفی نزنی ها. میتونم حدس بزنم چرا رفته. ناراحتش نمی کنم. خواهر جون؟ چیه؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ یاشیم؟ خواهر جون؟ بگو عزیزم چی شده؟ بگو. چیز من تو قرار داده باروچیا یه عدد اشتباه حساب کردم. ضرر میکنی. ای بابا یاشین، فکر کردم اتفاقی افتاده.
خیلی گریه کرد. بهشم گفتم قصه نخور. فعلا باید پیداش کنیم. باش حرف میزنم آروم بشه. نمیذارم اذیت بشه. درسته. برای این کی فرار میکنه؟ دفنه بردتش. تو اون دختر رو نمیشناسی. یاشیم تو رو خدا بس کن. یاشیم دیگه کم مونده من از حال به. خب چی کار کنم؟ دلم خیلی تنگ شده. خیلی دوست دارم بدونم داداش من چی داره که عاشقش شدی. آخه خیلی هم جذاب نیست که آدم دلش تنگ بشه. دروغ میگم؟ همینطوره. نه خیرم، چون برادرت اینطوری فکر میکنی. مثلا منم نمیدونم این همه دختر عاشق چی چیه داداش من میشه. نمیدونم. چند تا؟ چی چند تا؟ گفتی اون همه دختر، منظورم اون بود. اوه اونقدر زیاد نیست. به من چه ربطی داره ها؟ خوبه بگذاری، موضوع بحثمون این نبود. خب حالا که دیگه گریهاتون تموم شده میتونم چند تا سوال بپرسم؟ یا شیماراز چرا به من دروغ گفتی؟ من به دروغ گفتم؟ به تو؟ در چه مورد؟ در مورد شکستن پای برادر عزیزه. پاش نشکسته بود؟ من خر نمیشم، خودم هر روز دارم همین کارا رو با برادرم میکنم. راست میگه، منم دیگه حرفاشو باور نمیکنم. بگو. اینجا بستنی داره که دختر رو چرا نگفتین؟ اینجا بستنی داره که بستنی میخوام. بیا اینجا. فرار کرد. میدونی کنفرانس کجای شیله است؟ باز بریم اونجا بپرسیم، پیداش میکنم. مطمئن این که رفتن اونجا؟ مطمئن نیستیم، ولی دفنه و ازگی همه گنداشونو با هم دیگه میزن. آها، یاشی من بردن دیگه، عالی شده. سه خواهر. اوف 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 اوف. بیا بریم. سب کن بینم، مگه تو پات نشکسته بود؟ نه، فقط یکم کوفتگی داشت. مطمئنی نشکسته؟ آره؟ چرا این حرف رو میزنی؟ واسه این که با داشتش حرف نزنم این دروغ رو گفتم، مگه نه؟ تو هم خیلی بهش فشار آوردی دیگه. خیلی خوب باشه، من این کارو کردم، یعنی عمدی بود. جدی میگی؟ بگو بده. ماجرا از این قراره. سینا گیر داده بود به یالین بگیم که ما رابطه داریم. فرض کن داداشت میخواسته بیاد به داداش من بگه که من از خواهرت خوشم میاد و چه جله. بله همینطوره. تو هم بهش میگفتی داداشم نابودمون. آره اون گاوه نپختن به همین راحتی قبول کرد. آره من دیگه حرفی ندارم، بگذاریم. ولی من هنوز نفهمیدم چرا هلکی گفتی پا شکسته. بذار بگم، وقتی داداشت گفتش که میخوام بیام بهش بگم، گفت فوقش همو یه فاز کتک میزنیم تموم میشه میره دیگه. آره منم گفتم نمیتونی داداشمو بزنی که پا شکسته. مجبور شدم. مجبور شدی؟ باور کن همین بود. به این فکر نکردی که دیر یا زود این دروغ برملا میشه؟ خب منم برای همین گفتم پا شکسته دیگه، قربونت برم. داداشم راضی کردم، رفتیم پاشو گچ گرفتیم. از اونجایی که ما پشت حرف نمیمونه دروغتون فاش شد. حق با توه. تو این مورد یالین واقعا بی‌عرضه است، اصلا نمیتونه این آدم دروغ بگه، اصلا بلد نیست. ولی چه میشه کرد؟ مال بعد بیخریش صاحبشه دیگه. البته یالین خیلی باهوشه، اما
تنبله. چی بگم؟ همش رفته تو قدش. ولش کن بابا. اون اگه میتونست دو روز بیشتر دروغ بگه شما با ماشی میکردین. اگه عرضه کارشو داشت اصلا دیگه هیچ مشکلی نمیموند. هیچ مشکلی دیگه نمیموند. چون که هیچکی نمیتونه بگه چرا با خواهرم رابطه داری وقتی خودش با خواهر طرف رابطه داره دیگه، مگه نه؟ صبر کن. صبر کن ببینم. تو چرا فکر میکنی من با اون دیوونه رابطه دارم؟ خیلی فکر احمقانه ایه. آی دفنه جون، تو رو خدا دیگه ما رو سیاه نکن. حداقل با من دیگه این کارو نکن. من خودم زغال فروشم عزیزم. دفنه جون، حتی منم باورم نمیشه. چه انتظار داری که اون باور کنه؟ تو بگو ببینم. واقعا از برادر جذاب من اصلا خوشت نمیاد؟ نه، باز شروع کرد. میگه جذاب. آخه اون کجاش جذابه؟ خب میدونی زیاد نه، اما یکم، خیلی کم، یکم بیشتر. بس دیگه، خیلی جذاب. خوب شد خدا یکم قد داده، یکم جذابیت، یه بازوی خوب. بقیهش هم که دیگه اضافه کاری بوده دیگه. بلنشین بریم. مسافرین شیله لطفا سوار بشین که از ماشین جا نمونیم. مسافران گرامی، سفر خوبی داشته باشین. مسافر عزیزمون خجالت میکشه. از دفنه بعیده. دفنه جون یه چرخ بزن ببینم، یه نیمروخ هم نشون بده دیگه. خجالت کشیدی؟ بوی خیلی جذابه نه؟ آی قربونی چی کار میکنی؟ خدا. کی همچین حرفی زده؟ چرا مزخرف میگین؟ سوار بشین ببینم. بله آبجی مفتون. یالین، آقای عثمان اینجاست. به خاطر پات اومده ملاقات، گیر داده. باید حتما یالین رو ببینم. پدر بزرگتم خونه نیست، رفته شرکت. من با این یارو چی کار کنم؟ چی بگم؟ یادم رفته بود میخواد بیاد. بهش بگو رفته بیمارستان پاشو معاینه بکنه. وای خدایا دارم سکته میکنم، ایشالله گن نزنم. نه تو میتونی، خیالت راحت. ببینم چی کار میکنی مفتون سلطان. ایشالله نفهمه که دارم بهش دروغ میگم. به خدا دارم سکته میکنم، دارم میمیرم یالی. چی شد؟ یالی اینجان، کار اشتباهی کردی دختره، بهترین دوستم رو ناراحت کردی. الانم که با این دروغ بدترش کردی. ببین پسر، فاتحت خوندم. هایده. وای دفنه، خدا بگم چی کارت نه. باز چی شده؟ میخواستی چی بشی؟ من دنبال دفنم؟ آقا عثمانم در به در دنبال منه. این دختر درد سره. منگه ما نیومدیم دنبال یاشیم. با یه تیر دو نشون. سه تا. بی خیال بابا. کردم اصلا یادم رفت ازتون بپرسم. چی شده یاشین؟ مگه ما فرار نکردیم؟ درسته. خب چرا اومدیم کنفرانس پزشکی حالا؟ کنفرانس برنامه نویسا بوده، ما خبر نداشتیم. خدایا یاد بشین بچه. من میرم کنفرانس، شما هم برین لب ساحل. خب شبم راه میافت. آی خوب میشه ها. نور ما، دریا، شن، سکوت، آرامش، اینا چیزی که بهش نیاز دارم همینه. آی
دیگه گفتی اون کثافت نمیاد. راستش منم فکر میکردم قرار نیست بیاد، اما تو اونو ولش کن، ما به کار خودمون میرسیم. باشه؟ چی میگی آخه تو؟ من امکان نداره با این آدم. از کی دارین حرف میزنین ها؟ اوه، اون مرتی که تکی نیست ها؟ ازگی جون، دفعه قبل که نزاشی حالشو بگیرم، میخوای الان این کارو کنم؟ کیو قراره بکشیم؟ اون مرتی که تکینو. تکین دیگه خرکیه. نامزد قبلیم که خیانت کرد. سوار بشی. خیانت کرده؟ اونم به تو؟ آی من تو دونه دونه موهای اینو لخ لخ نکنم، امکان نداره جای برم دخترا. را بیافتیم بریم. را بیافت دفنه. بریم یاشین بریم. حالا که مدرک کیک بوکسم دارم تو موهاشو بکن، منم از بغل میزنم. کجا میرین بابا شما؟ من نمیخوام ببینمش، تحملشو ندارم، بفهمی؟ بیاین از اینجا بریم لطفا. آخه من میخوام برم، میان یا نه بچه ها؟ اسکی این چه کاری آخه؟ میخوای برگردی؟ آخه باید بپرسیم این کنفرانس کجاست؟ الان میپرسم. برو دنیز. گوشی دفترم خاموشه، موبایل یاشیم در شاله. برای اولین بار خاموش کردم. تو حالت عادی وقتی شارژش کم میشه دیوونه میشه، ولی آخر سر اون فتنه تو. یه بار دیگه بگو. خب حتما خواهر باهوشت گفته موبایلشو خاموش کن. الان شد، آفرین. اما یه جوری حسابشو میرسم بفهمی یهو غیب شدن چه عاقبتی. آره. ببین بارو چی؟ درسته کار اشتباهی کردن، بی خبر رفتن، ولی فوقش یه کنفرانس رفتن دیگه. به نظرم زیادم هرس نخور، پیداشون کنیم زودتر برمیگردن. آخر اینطوریام نی. امرو رفتن کنفرانس، فردا میرن جای دیگه. یعنی کجا؟ امرو کنفرانس، فردا لاس وگاس. امروز کنفرانس، فردا لاس وگاس. آره درسته. میخوای بریم کنفرانس رو به هم بریزیم؟ بالاخره کسی که امروز کنفرانس رو به هم بریزه فردا سر از لاس وگاس. لازم باشه این کارم میکنی. به تو اعتماد کامل دارم، میدونم که این کارو میکنی. تو فعلا مزه بریز جوجه. هنو یاد نگرفتی تو جنگل چطور واسه از گوسفندا محافظت کرد؟ تو میدونی؟ نه واس گوسفندا رو بفرستی وسط جنگل. داداش تو دیگه ردتی، خیلی چیزو باید بهمون یاد بدی. لازم باشه جنگلم آتیش میزنی، اما نمیذاری گوسفندا برن تو جنگل. چی بگم؟ خیلی مردی. شاکره داشت کرتی. کسی نمیدونه این کنفرانس اصلا چی هست. من میرم اون طرف. باشه منم میرم اون طرف. پخش بشین بچه ها. بریم. آی کجا بریم دخترها؟ نمیدونم. اما برنگردیم استانبول. ازگی نظرت چیه؟ اومدیم اینجا که بریم کنفرانس اما نشد. جایی دیگه این اطراف نیست که بخوایم بریم. فعلا از اینجا بریم، بعد هر جا که خوب بود نگه میداریم. یشیم تو بیا بشین. اسکی اسکی عزیزم ببینم تو حالت خوبه؟ اصلا به خاطر اون آدم بی‌لیاقت غصه نخور. من باید یکم تنها بمونم، یکم دیگه میام. باشه بعدش میریم هر جا که خواستی. باشه باشه عزیزم، تو برو تو برو، منم میرم از اینجا یابی چیزی بگیرم. آی میشه واسه منم یه بستنی بگیری؟ یه دقیقه گوشی رو روشن میکنم ببینم اون احمق زنگ زده یا نه، فقط همینو میخوام ببینم، بعد سری خاموش میکنم. داداش حتی اگه بفهمم به همون که نمیرسه. حتی یه بارم زنگ نزده، دارم از کسی فرار میکنم که اصلا یه بارم به هم زنگ نزده. باشه ممنونم. توی همچین جای کوچیکی هیچ کس نمیدونه. آها همین اطراف. دنیز نگاه کن، دقیقاً همین جا است. اگه تو این طرف بری منم از این طرف. این طرف باشه. باشه میبینم. برو.
ها گوسفند کلا قرمز اومد. ببخشید بستنی هم بله دخترم توی اخچل هست. خیلی ممنون. همه جا تحت نظره، حق سکوت داری. میخواستم اینو بهت بگم ولی تو که سکوت نمی کن. برو کنار ببینم. چطوری پیدامون کردی؟ باید فکرشو میکردم، میدونه برادرش مهندس آیتیه، بعد ببین چه اشتباهی میکنه. چرا فرار کردی؟ شرایط باعث شد. کمک نمیخواین؟ نمیخوای بگی چرا اینجا عوض میکنی؟ شرایط باعث شد. چرا قیافت رو اینطوری میکنی؟ روزی که آشنا شدیم یادتی؟ تو پارکینگ هم همینو گفتی. آه پس حتما اون روزم شرایط باعث شده. دقت کردی این شرایط فقط تو رو تو درد سر میندازه؟ دقت کردی تو هم همیشه تو اینجور شرایط حضور داری؟ به نظرت اینا همش اتفاقیه؟ نه جونم، روزگار سالمه. چون از دست من عصبانی بودی فرار کردی؟ یا چی من با خودت بردی؟ من چرا باید از تو عصبانی بشم؟ چرا به خاطر یه دروغ احمقانه بخوام خودم رو نابود کنم؟ اما هنوز ناراحتی؟ وقتی هنوز احمقی آره. معذرت خواهی کنم چی؟ به خاطر این که الکی گفتی پات شکسته یا به خاطر بلایی که سرم آوردی؟ چون دروغ گفتم. برای بقیه موارد زیادم پشیمون نیستم. تو چقدر پر روی، با گستاخی به من میگی پشیمون نیستم. تاوان همه این کارا تو پس میری یا لینا راز. بیا این بار. اگه تاوانش این باشه من راضیم. سینا اینجا صدامونو میشنوه. میدونم، من و داداش تو دنیز با هم دیگه اومدیم سته. خیلی بیجا کردیم. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام پسرم. یه آب به ما میدی؟ بله حتما. اما این طرفه کنفرانس پزشکیه، میدونی کجا؟ نه والا خبر ندارم. انگار جات راحته. بدون صدا باز ورنج یا آفره. Thank you.
این دیگه چجور کنفرانسی ها؟ انگار قایمش کردن. آرازم پیدا نکرده. یه جوری بوست میکنم نفهمی دنیا هست یا نه. بلند شو ببینم دختر. بیا بریم بچه ها رو برداریم برگردیم. کجا برگردیم؟ استانبول دیگه. من نمیرم استانبول، دخترام نمیخوان بیان. دفنه ای یالی، یه بار منطقی باش، فقط یه بار. خوب خیر سرمون فرار کردیم، از دماغمون در آوردیم، ول کن دیگه. انگار حواس کردی پات بشکنه نه؟ داداشت افتاده وسط، میگه جنگلی که گوسفنده رفتن توشو با آتیش میکشن. اون یکی برادرت هم اگه شبخونه نباشی معلوم نیست کجا رو با آتیش میکشه. یکم عاقل باش. من نمیخوام عاقل باشم، یه خورده هم اونا عاقل باشن. این چه وضعیه؟ خسته شدم. از یه طرفم داداشم، از یه طرفم تو. خسته شدم از این همه فشار. هر کاری بخوام میکنم. سینا هم بره کل کشور رو با آتیش بکشه، اصلا دیگه هیچی برام مهم نیست. این دفعه این گوسفندا میرن به جنگل. به خدا اگه جنگلم بری گرگو درست قورتش میدی. اما خواهر من دیشب خیلی ناراحت بود، انگار تو قرار داده شما یه چیزی رو اشتباه نوشته، داره از من فرار میکنه. یعنی این که باید به یاشین بفهمونیم که نترسه و من کنارشم. آه عجب برادری، تو دروغ شکستن پاتم سر خواهرت لو دادی. درسته یکم خنگی اما خواهرتو دوست داری. آی عجب داداش مرکه ای. آروم دختر، چی کار میکنی؟ جذابیتو نباید از بین ببری. جذابی تو قربون، پسره پرو. باشه بخیر، گوش بده. اگه من بهت بگم که من حواسم به خواهرت هست و مراقبشم، اجازه میدی بری؟ لطفا. تو زیادی بامزه ای نه؟ یکم بیشتر. باشه اجازه میدم. داداشت هم میبرم استانبول، کاری میکنم دو روزی باید کار نداشته باشه، اما به یه شرط. بگو. ببرشون جنگل خوب. مگه تو جنگلی داری که من خبر ندارم؟ یه جنگل کوچیک. خیلی کوچیکه، یه ذره، یه ذره است. نه بابا ول کن دیگه دیوونه. کلیدا زیر پادریه. خب به سرایدرم میگم یخچالو پر کنه. اگه یاشین مسیر رو پیدا نکنه برات لوکیشن میفرستم. باشه آخر هفته استراحت کنین، بعدش هم برگردیم. آخه کدوم آدمی جنگل داره؟ نکنه تو پرنسی با اسب سفید. باشه خیلی عالیه. پس فعلا دوشنبه تو دنیای واقعی میبینم. مت خدافظ. خدایا این چه حرفی بود؟ آخه گل بگیرن این دهن منو. دیوونه اولا که به یاشیم نگو که منو دیدی. الان فکر میکنه من مجبورت کردم که بری نورجان. دومن که این کنفرانس شما کجاست؟ بریم یه سر بزنیم ببینیم اونجا هستن یا نه. آها گوش بده، از همین جاده میری بعد به چراغ سوم که رسیدی دور میزنی. اگه ما اونجا بودیم سلام برسون. سوم چرا بوست نکردم؟ چیزه، موبایلتو روشن کن، لوکیشنو بفرستم. باشه.
رسیدین بهم خبر بده و اینکه اگه منم دعوت کنی قبول میکنم. آخه چرا باید تو رو دعوت کنم؟ انگار خونه ی منه. پسر یه دیوونه. از شک اومد بیرون. یالین تو میفهمی چی داری میگی ها؟ چی میگی پسر؟ کجا رفتن؟ کدوم خونه؟ کدوم جنگل؟ من بهت میگم واسه نجات گوسفنده واسه جنگل رو با آتیش بکشی و تو خودت اونا رو فرستادی تو دل جنگل آخره؟ به نظرت من اونا رو میفرستم جایی که امن نباشه؟ اطراف زمین حصار داره، یه نگهبان اونجاست، دوربین مدار بسته داره. به من چالخه، اصلا میخواد کلونتری باشه. آدرس خونه رو بده من، آدرس خونه رو بده من، میخوام برم. آدرس خونه رو بده زود. نمیدم. میخوای چی کار کنی؟ نمیدم. به دفنه هم قول دادم، گفتم داداشتو راضی میکنم، این دفعه دیگه به قولم عمل میکنم. تو هم مثل آدم میشینی سر جات. ببین آراز، میدونی اگه من امشب تنها برم خونه چی میشه ها؟ میدونی چی میشه؟ اون دختر دیگه نمیتونه پاشه بذاره تو استانبول. طوفان بارو چی دستشو میگیره میفرسرش تو روستا. داداشی خب امشب تو هم خونه نرو. دوباره تاکسی دهر میشد. دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.